به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جندل پلاس خوش آمدید. بشیر احمد قاسونی در صفحه فیسبوکش چنین نگاشته است: شب گذشته عملیات نیروهای خاص به هدف بازداشت اسیب قوای مرکز در پنجشیر ناکام شده است. اسیب قوای مرکز گفته است که نیروهای خاص چندین تن از افراد بیگناه را از منطقه زمانکور پنجشیر با خود بردند. اکنون باشنده های محل چندین ساعت می شود که شاهرهای کابل پنجشیر را بسته کردند. این در حالی است که وزارت داخله افغانستان دستور بازداشت افراد مسلح غیر مسئول را داده است. وزارت امور داخله افغانستان برای پلیس دستور بازداشت تمامی افراد مسلح غیر مسئول در کشور را داده است. با گزارش سپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، برخی از باشندگان پایتخت از افزایش جرم‌های جنایی به شدت ابراز نگرانی میکنند و میگویند که افراد مسلح غیر مسئول پیوسته دست به جرایم گوناگون مانند قتل، رهزنی و دزدی‌های مسلحانه میزنند. در تازه ترین رویداد بامداد دیروز شنبه، سه عمل تعداد از تفنگداران غیر مسئول در مربوطات حوزه 11 منطقه 315 شهر کابل دو دکاندار را به ضرب گلوله به قتل رسانده و پولهایشان را با خود بردند. کشته شدگان به نامهای غلام رسول و نوید که شغل قصابی دارند و از باشندگان ناحیه 11 شهر کابل بودند. سید نبی شاهد عینی این رویداد میگوید: ما داخل خانه بودیم که صدای شلیک شنیده شد. برآمدیم که غلام صمد و پسرش را دزدها با مرمی زدند. پولهایشان را با خود بردند و فرار کردند. خانواده غلام صمد به ویژه دختر خردسال وی از حمله بر پدر و برادرش شوکه شده است. وی میگوید که محله 315 برایشان به میدان جنگ و ترور بیگناهان مبدل شده است. در همین حال وزارت امور داخله میگوید که دستور گرفتاری افراد مسلح غیر مسئول را دادن و عاملان این رویداد بازداشت خواهند شد. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان میگوید: ما در سر تا سر کشور دستور بازداشت افراد مسلح غیر مسئول را صادر کردیم و به زودی عاملان این قضیه را دستگیر و به پنجه قانون سپرده خواهد شد. مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کابل یکی از مناطق با شمار زیاد جرم‌های جنایی پنداشته می شود. هفته پیش در همین محل مهسای 6 ساله توسط آدمربایان اختطاف شد و سپس به قتل رسید. با این حال باشندگان پایتخت می گویند ارگان‌های امنیتی در بازداشت افراد مسلح ناشناس کوتاه آمدند و این سبب شده است تا این افراد آزادانه گشت و گذار نمایند و سبب بدبختی‌های بیشتر در جامعه شوند. تشکر از توجهتان. تا ویدیو دیگر، خداوند یار و مددگارتان.